داستان فیلممون راجبه دختره دبیرستانیه که میخواد برای یک کسب نمره بیشتر داخل امتحانات معلمش رو ارضا کنه. فیلم شروع میشه و کایرو رو میبینیم که داره مثل هر روز میره به سمت مدرسه. پدر و مادر کایرو به دلیل مشغله‌های زیادشون اکثر مواقع خونه نبودن و اون تنهایی زندگی میکرد و وقتش رو با خوندن رمان‌ها پر میکرد. طرف دیگه اینا معلم جاناتان میلر هست. روز اول مدرسه کایرو زودتر به کلاس میاد و اونا با هم یه گپ و گفتگوی کوتاهی رو میزنن و اون بهش چند تا از کتابایی رو که برای درس لازم داره رو بهش معرفی میکنه. اما کایرو میگه که من قبلا همه اینا رو خوندم. چند دقیقه بعد بیلی میاد اونجا و میرن که با هم یه چیزی بخورن. میلر هم که خیلی کنجکاو شده یه نگاهی به کتابای کایرو میندازه و کمی بعد هم همکار میلر وارد کلاس میشه و یکی از کتابای کایرو توجهش رو جلب میکنه و میبینه که اون یکی از کتابای عاشقانه جاناتانه که قبلا نوشته بودش. بعد از اون روز هم جاناتان و همسرش میرن که با هم حال کنن و که همون موقع یه نفر مزاحم میشه و مراسم رو به هم میزنه. روز بعد جاناتان و همکارش دارن با هم قهوه میخورن و دارن به این فکر میکنن که توی جنگل هیولای چیزی هم هست یا نه. که همون لحظه کایرو از وسط جنگل ظاهر میشه و یه سلام احوالپرسی رو با معلماش میکنه و میره سر کلاسه. و حالا اگه آماده اید باید بگم که فیلم تازه از اینجا شروع میشه. بیلی از اونجایی که کونه درس خوندن رو نداره شروع میکنه به لاس زدن با معلماش. همبرگراشو به معلم فیزیک نشون میده. شب بیلی به کایرو پیشنهاد میده تا همین کار رو روی معلمش جاناتان پیاده کنه و مخش رو بزنه تا هم از این تنهایی در بیاد و هم شروعی باشه برای نوشتن رمان جدیدش. کایرو به خاطر اختلاف سنی بینشون اولش مخالفت میکنه ولی بعد از کمی فکر کردن قبول میکنه و میگه چرا که نه. صبح میشه و کایرو هم که دلش خیلی میخواد کرده بشه مدام به جاناتان نگاه میکنه و حواسش فقط بمونه. جاناتان برگه ها رو پخش میکنه و بعد به کایرو میگه که بعد از کلاس میخوام ببینمت. بعد از مدرسه اون به دفتر جاناتان میره و اون رو در حال رقصیدن میبینه. جاناتان کایرو رو به خاطر رمانی که نوشته بود تشویق میکنه و اینطور که معلوم بود خیلی تحت تاثیر قرار گرفته بود. بعد جاناتان از کایرو میخواد که یه رمان به سبک نویسنده‌ای که دوستش داره بنویسه. شاید این راهی بود برای کایرو تا مخ معلمش رو بزنه و وارد کالج بشه. کایرو قبول میکنه و اونا آخر هفته با هم قرار میذارن تا آخر هفته بیشتر در مورد نویسندگی صحبت کنن. از جلسه نویسندگان کایرو میره بیرون تا سیگار بکشه و معلمش هم تعارف میکنه. اونم بعدش نمیاد و یه نخ میکشه. صبح روز بعد کایرو با یه قهوه و یه استایل متفاوت میاد به مدرسه. از رفتن معلم ورزششون میشینن و با جاناتان پک سیگار میکشن و صحبت میکنن. همون روز همسر جاناتان بهش پیام میده تا آخر هفته برن و با هم قرمه سبزی درست کنن. فقط همین دیگه، فقط قرمه سبزی ها. جاناتان در حال جمع کردن وسایلشه که کایرو میاد و میگه که میخواد رمانش رو به سبک هنری میلر بنویسه. ولی جاناتان قبول نمیکنه و میگه که رمان های اون مورد دارن و به درد کلاس نمیخورن. ولی کایرو اصرار میکنه و در آخر جاناتان هم میگه خودت میدونی و میره خوشگذرونی آخر هفته ای. همین بعد کایرو متوجه میشه که گوشیش نیست و زمانی که بهش زنگ میزنه جاناتان گوشی رو برمیداره و اینطور که معلوم بود جاناتان اینقدر که عجله کرده بود گوشی کایرو هم با خودش برده بود. جاناتان هم آدرس خونه‌اش رو میگیره تا بره بهش پس بده. زمانی که به اونجا میرسه هوا بارونی و کایرو هم با این لباس سفید و صورت آرایش کرده میاد به استقبالش. کایرو اونو میبوسه و آره دیگه بیخیالش. و شب هم که جاناتان مدام به فکر کایروه یه ایمیل ازش میاد که یه داستان عاشقانه است. جاناتان نوشته رو پرینت میگیره و شروع میکنه به خوندن. جاناتان هم که قوه تخیل قوی داره داستان رو با کایرو تصور میکنه. البته دست به یه کارایی هم با خودش میزنه. بعد از تعطیلات کایرو با یه لباس مشکی میاد به مدرسه اما جاناتان زیاد اون رو تحویل نمیگیره. ایش میگه که این چه داستانیه که نوشتی و من ازت ناامید شدم. کایرو هم که خیلی عصبانی شده به استادش میگه تو به من حسادت میکنی چون نمیتونی به خوبی من بنویسی. جاناتان چیزی نمیگه و کایرو هم داستانش رو میندازه داخل صندوق حسیه مدیر مدرسه. در روز بعد مدیر مدرسه اون رو به دفتر احضار میکنه و اون رو متهم میکنه به داشتن رابطه جنسی با کایرو. از این اتهام جاناتان به زنش میگه که این حقیقت نداره و من باهاش رابطه نداشتم. زنش هم میگه بهتره حقیقت داشته باشه وگرنه هم من رو از دست میدی و هم شغلت رو. اونا به مدرسه میرن و حرفایی که کایرو میزنه به ضرر جاناتان تموم میشه و مدیر اون رو برای مدتی تعلیق میکنه. همسرش هم بعد از شنیدن قضیه تعلیق جاناتان فشار میاره تا ببینه واقعا چیزی بینشون بوده یا نه. نهایت بحث شدید میشه و اون بهش میگه که من طلاق میخوام. جاناتان به پیش کایرو میره و ازش درخواست میکنه تا این اتهام رو پس بگیره وگرنه شغلش رو از دست میده. ولی کایرو به پشمش هم نیست و قبول نمیکنه. حتی داستانش رو هم توی مقاله دانشگاه میاره. و این دور شد که جاناتان هم انگیزه این رو پیدا کرد تا دوباره شروع کنه به نویسندگی. کایرو هم به چیزی که میخواست یعنی درست کردن قرمه سبزی بالاخره میرسه. خب دوستان امیدوارم که این فیلم براتون جالب بوده باشه و نظراتتون رو حتما برام کامنت کنید و برای ویدیوهای بیشتر هم حتما منو سابسکرایب کنید. پس تا یه ویدیو دیگه خدافظ.